عرض سلام و ادب خدمت بینندگان عزیز و دنبال کنندگان کانال یوتیوب. با توجه به اینکه این ویدیو طولانی خواهد بود، من تصمیم گرفتم توی دو قسمت خدمتتون ارائه بدم. توی بخش اول ما یه آشنایی پیدا میکنیم نسبت به هورمون رشد HGH یا سوماتروپین، و در بخش دوم تمرکزمون رو میذاریم روی نحوه مصرف این هورمون. امیر میرکریمی هستم، مربی بدنسازی حرفه‌ای و تغذیه ورزشی از فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB. توی همین اول ویدیو دوست دارم خدمتتون این نکته رو بگم که تمام این اطلاعاتی که من توی این ویدیو دارم خدمتتون ارائه میدم یا بر مبنای تجربه شخصی یا تحقیقات و مطالعاتم هستش، و اگر کسی تمایل استفاده از چنین داروهایی رو داره که نیاز به تجویز دکتر داره، حتما به پزشک متخصصش مراجعه بکنه که اون پزشک تشخیص بده اصلا آیا نیاز داره یا نداره و تحت نظارت پزشک مربوطه از اون دارو استفاده بکنن. و این ویدیو رو من صرفا جهت اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی خودم درست کردم، بنابراین اگر قصد استفاده دارید به این ویدیو استناد نکنید. خب، هورمون رشد HGH یا سوماتروپین یک نوع هورمون پپتایدی است. ما سه نوع هورمون داریم، یا استروئیده، یا آمینه، یا پپتایده، که هورمون رشد جزء خانواده سوم پپتاید ها میشه. پپتاید یه تفاوتی داره با استروئید، و این هستش که این پپتایدی که حالا به عنوان هورمون رشد من بهتون میگم، چون محلول در آب نمیتونه وارد سلول بشه و به گیرنده های سلول میچسبه، و استروئید میتونه بره داخل غشای سلول، بنابراین زمان خروجش از بدن استروئید خیلی بیشتره و سوما خیلی سریعتر از سیستم بدن خارج میشه به دلیل اینکه داخل سلول نمیره. کسایی که درصد چربی بالاتری دارن و سلول چربی بیشتری دارن اصلا داروهای استروئیدی بیشتر تو بدنشون میمونه. حالا خود سوماتروپین رو اگه بیاییم و بازش بکنیم، میبینیم 191 اسید آمینه داخلش هست، که این اسیدهای آمینه هر کدوم یک بخش خاصی از ژن رو تحت تأثیر قرار میده، و کلیه این 191 توی یک زنجیره هستن که یک پولیپپتاید رو تشکیل میده. خب ببینید، سوماتروپین که حالا هورمون رشد هم بهش میگن، هورمون رشد، علت اینکه اسمش روشن هورمون رشد اینه که میتونه چیکار کنه؟ یک بافت رو داخلش رشد ایجاد بکنه. رشد یعنی چی؟ یعنی تقسیم سلولی زیاد شه. و دیدید دیگه، کسایی که هورمون رشد رو استفاده میکنن معمولا مثلا قد کوتاه دارن، میخوان استخونشون رشد بکنه طولی، و یا مثلا میخوان عضله بسازن. بنابراین یکی از کارهایی که هورمون رشد انجام میده اینه که تقسیم سلول رو سرعتش رو زیاد میکنه و ایجاد رشد میکنه توی بافت، و تنها این وظیفش نیست. یکی از وظیفه‌های دیگه هورمون رشد اینه که سلول‌های مرده رو حذف میکنه و با سلول‌های جدید و جوان اونها رو جایگزین میکنه. خب پس یه ویژگی دیگه هورمون رشد اینه که عمل کرداش اینه که میاد سلولای مرده رو حذف میکنه. ببینید، کلن سوما رو وقتی شما استفاده میکنید یه سری اتفاقات تو بدنتون میفته که حالا میگم خدمتتون چی، اما اول از همه در نظر داشته باشید سوماتروپین رو خود بدن شما داره ترشح میکنه. قده هیپوفیزتون با کنترل هیپوتالاموس مغزی داره این هورمون رو تو بدنتون رگولیت میکنه. خب حالا ما وقتی که میایم اون سوما رو تزریق میکنیم، طبعا هیپوتالاموس میاد چیکار میکنه؟ هیپوفیز رو میگه که کمتر ترشح کنه، ترشح نکنه. بنابراین چیزی که داره خارجی میرسه مثل همون
هورمون رشدی هست که توی بدن خودمون هست. اما چه کارهایی انجام میده؟ ببینید وقتی شما هورمون رشد رو مصرف کردید و وارد بدنتون شد، یه سری خب اگه به اندازه طبیعی بدن باشه که خب پزشک تجویز کرده، چون شما هیپوفیزتون ترشح نمیکنه، یکی از مواردی که پزشکا تجویز میکنن. یکی دیگه از مواردی هست که مثلا یه بچه‌ای میره قدش باید تو مثلا تو 12 سالگی یه نرمی داره، بعد تو نرم باشه نیست، و پزشک وقتی آزمایش میگیره میبینه که این هورمون رشدش کمه میاد، چون صفحات رشد استخوانی هنوز توی اون سن باز هست، میاد هورمون سوما رو بهشون با یه دوز خاصی تجویز میکنه با اطلاعاتی که دارن، و اون قدی که باید به حد نرمال برسه با وجود اون هورمون اون اتفاق میفته و اون کسری و کم بوده قدی که وجود داره پر میشه. اما وقتی که این سوما وارد بدن میشه، یکی که قند رو از کبد خارج میکنه و پروسه به اصطلاح گلوکونئوجنز که تولید قند توسط کبد و آزاد کردنش توی خون هست اتفاق میفته. به همین دلیله که میتونه چکار کنه؟ بافت چربی رو از بین ببره، بیا تو کبد تغییراتشو بده و توی خون قند رو از کبد خارج کنه به اصطلاح، و سوخت‌رسانی کنه به سلول. میزان IGF-1 رو میبره بالا که باعث همون رشد بافت ها میشه. قند خون خب بالا میره. این نکته ای که باید توجه بکنن کسایی که استفاده میکنن، مخصوصا کسایی که قند دارن، اصلا خیلی کار ریسکیه بخوان استفاده بکنن. میزان انسولین میره بالا چون قند میره بالا، تخریب بافتای چربی سرعتش زیاد میشه. اگر اشتباه نکنم از اسید آمینه 179 تا 191 176 ببخشید تا 191 هستش که ژن‌های که باعث تخریب سلولای چربی میشه تحت تاثیر قرار میده. بنابراین یه سری همچین پروسه های اتفاق میفته. شما بافتایی که برای مفاصل مثلا برای بازسازی مفاصل استفاده میشه، برای کیفیت پوست، برای کیفیت مو، کلن چون سلول مرده رو با جدید جایگزین میکنه، تمام بافتای شما نو میشه. و از طرفی هم خب سرعت تقسیم سلول میبره بالا. شما اگه یه سلول سرطانی داشته باشید سریعتر رشد میکنه و اون سرطان تو مثلا چند سال میفته جلو. به خاطر همینه که پزشک وقتی میگیم که مثلا باید تجویز بکنه و احتیاج به تجویز پزشک داره، به خاطر همینه، باید تمام شرایط شما سنجیده بشه اول. خب پس هورمون رشد این کارا رو توی بدن انجام میده. ما توی مصرف سوما چند تا هدف رو دنبال میکنیم. یکیش که گفتیم کسی که قدش رشد نکرده، کسی که بدنش تولید نمیکنه. خب اینا مصارفیه که پزشکیه. یک سری از مصارفی که هست بابت بازسازی پوست، مو و جوانسازی سلول هاست که یک دوز خاصی داره مصرف میشه، تجویز میکنن. یکی از اهدافی که دوباره سوماتروپین مورد استفاده قرار میگیره توی چربی سوزی هست. شما دیده باشی تمام ورزشکارای حرفه‌ای قبل از مسابقه حتما از سوماتروپین استفاده میکنند. چیزی نیستش که بگید، یعنی کسی نیست اینجوری بهتون بگم که بره روی استیج بخواد کات بکنه و سوما استفاده نکنه. بلا استثنا سوما رو استفاده میکنن. خب هدف دوم پس چربی سوزی کسی که استفاده میکنن. و یه ویژگی دیگه داره سوماتروپین که واقعا ویژگی خاصیه. ببینید شما وقتی هر استرویدی رو استفاده میکنید که عضله رشد کنه، باید گیرندتون زیاد باشه تا بتونه اون استروید، فرض کن تو خونتون هست اما گیرنده ای هم باید باشه، این باعث میشه گیرنده های آندروژن هم زیاد بشن. بنابراین شما دیده باشید توی حتی دوره های حجم اصلا ربطی به کات نداره، تو دوره های حجم میان سوما رو توی دوزی استفاده میکنن که جذب استرویدشون بیشتر شه. البته این خیلی ساده گفتنه که میگیم جذب استروید بیشتر بشه، همچین صحبتی شاید یه جورایی بگیم درست نباشه. ببینید هم تقسیم سلولی میره بالا توی اون دوز، هم IGF-1 میره بالا و محیط آنابولیک ایجاد میشه. از طرفی هم
خود گیرنده های آندروژنی بهتر استروئید رو، سیگنال هورمون استروئیدی رو به عضله میدن برای سنتز پروتئین. بنابراین خود سومو هم حتی سنتز پروتئین رو بالا میبره. یه سری از اون دوباره اسیدهای آمینه که گفتم شماره داره، اینا کد داره، هر کدوم چه کاری انجام میده. بنابراین این در کنار استروئیدها و داروهای دیگه استفاده میشه که بتونن عضله رو هجیم بکنن، عضله سازی کنن، بافت بسازن. خب ببینید مصرف سوماتروپین همینجوری که این مزایا رو داره، یه سری معایبی هم به دنبال خودش داره. به خاطر همینه من اگه اینقدر چیز خوبی باشه خب بعدن بیشتر ترشح میکنه. وقتی که هورمون رشد از یه حدی میره بالاتر استفادهش، یه سری اتفاقا میفته توی بدن که اون اتفاقا باید یا کنترل شده باشه که بدونیم توی اون دوز خطری ما رو تهدید نمیکنه، یا اینکه خب یه سری هم اصلا خطراتش رو به جون میخرن، خیلی الکی استفاده میکنن. و حالا ما ببینیم اولی ایرادا چیه. ببینید ما بافت هایی که کارتیلج داره، کارتیلج عضروفی شما تصور کنید، ببینید این بافت توی مفاصل ما هست، گوش، بینی، این بافت ها هست و این بافت ها شروع میکنن به رشد. به خاطر همین کسایی که سوما رو تو دوز بالا استفاده میکنن التهاب مفصلی میگیرن، یکی از عوارضشه، مفصلاشون از کنن درد میکنه. اون به خاطر اینکه اون بافت داره رشد میکنه ملتهب شده و یک دردی تو مفصلشون ایجاد میکنه. حتی توی دوز خوبش خیلی خوبه، مفصل داره بازسازی میشه در اصل، اما اینکه وقتی میره بالا دوز اون التهاب زیاد میشه، جلو تمرین رو میگیره و التهابه یه جورای دردناک میشه، بعضی رو اذیت میکنه. ایراد دومش اینه که گفتم قند خون رو میبره بالا. ببینید این قند خون بالا یا باید مصرف بشه که خطر نیافرینه، یا اگه بره بالا و تو خونتون بمونه سلولتون مجبوره حساسیتش نسبت به انسولین بیاره پایین. یعنی شما حساسیت انسولینیتون چی میشه؟ میاد پایین و دیگه از اون به بعد قند به راحتی وارد خونتون نمیشه و شما دائما قند خون بالا دارید و قندی میشید، به اصطلاح دیابتی میشید، دیابت نوع دو میگیرید. دیابت نوع دو یکی از عوارض شایع مصرف سوماتروپین هست. یک ایراد دیگه گفتم که حتی گفتم بهتون قضروف ها رشد میکنه، بافتایی که قضروف هم مثل بینی، گوش ها رشد میکنن با سرعت بیشتری. شما دیده باشید کسایی که سنشون میره بالا گوششون و بینیشون بزرگی، بخاطر اینکه این بافت تا آخر عمر رشد میکنه به دلیل قضروفی بودنش. با همون سومایی که تو بدن هست، حالا حساب کنید شما سوما رو دوزش میبرید بالا، اینا سرعت رشدش بیشتر میشه. بنابراین این دوتا عارضه رو که باید حواسمون بهش باشه. و یک عارضه دیگه ای هم که وجود داره توی سوما رشد استخونهای خاصی هست، استخونهای فک رشد میکنه، فک بزرگ میشه و به اصطلاح دیدید وقتی فک مقدار بزرگ میشه صورت خشن میشه. خب این از عوارضی که هستش و یه نوع بیماری حساب میشه خودش. این استخون فک قابلیت رشد رو داره و با مصرف زیاد سوما این رشد اگر زیاد بشه یک نوع بیماری حساب میشه. یه عارضه هایی هست وجود داره توی مصرف سوماتروپین که اینا عارضه هایی نیست که واقعا تو همه دیده بشه، بعضیا خیلی کیس های نادری هستش که تو اونا دیده میشه، اونا رو میتونید مطالعه بکنید خودتون تو اینترنت. اما عوارض شایعی که وجود داره رو من الان به شما گفتم و کسایی هم که یه اشاره کمتر تو ویدیو الان میخوام کامل بگم. ببینید اگر شما قده‌ای داشته باشی سرطانی باشه، اصلا قده سرطانی چیه؟ تجمع بیش از حد یه سلول و تقسیم بیش از حد یه سلول توی ناحیه تبدیل میشه به سرطان، اون قده سرطانی. خب وقتی هم که سوما بیش از حد وجود داشته باشه مثلا داره به سرعتی رشد میکنه، این سرعتش رو شما دو برابر میکنید. وقتی شما سرعت رو دو برابر کردید باید انتظار داشته باشید سرطانی که قرار بود 10 ساله بیاد سمت شما الان 5 ساله میاد سمت شما و شرایطتون رو حاد میکنه. بنابراین
خوبه که حالا یه سری تستایی هستش که میتونن بگیرن کسایی که مثلا سی تی اسکن هایی رو انجام میدن که ببینن قده سرطانی چیزی وجود نداشته، چون واقعا مصرف سوما تو این حالت خیلی خطرناک میشه. این آشنایی کلی بود نسبت به سوماتروپین که میتونستم بهتون بدم. خیلی سعی کردم در کوتاه‌ترین حالت ممکن بگم، خیلی از آرزه ها رو که گفتم بهتون کمتر دیده میشه رو صحبتی نکردیم راجبش، و دوباره خیلی از مزیت هایی که توی سوما وجود داره رو داخلش ریز نشدیم میخوایم صحبت کنیم، و همینطور راجب خود سوما اونقدر ریز نشدیم میخوایم بازش بکنیم که ببینیم به چه صورت عمل کنه. فکر می‌کنم تا این حد آشنایی کافی باشه. حالا کسی علاقه هم داره تو اینترنت بره سرچ بکنه، اطلاعات زیادی وجود داره، مطالعه بکنه. خب دوستان، توی قسمت بعدی ما میریم سراغ نحوه مصرف این هورمون و دوزش چجوری باید به بدن برسه، چه ساعتی برسه، همه اینها توی قسمت بعد مورد بررسی قرار میگه. فقط یه نکته هستش که من فراموش کردم بگم خدمتتون، این نکته مهمی هم هست. ببینید وقتی شما گشنه هستید و قند خونتون پایینه، بدن شما سومای زیادی تولید میکنه و وقتی سوماتروپین سطحش میره بالا، سلولای مرده رو بهتون گفتم بهتر هضم میکنه و سلولای جوون ایجاد میکنه. این به این دلیلی که بدن شما خواهد مصرفش رو بیاره پایین و اون سلولای مرده که انرژی الکی دارن مصرف کنن خواهد هضم بکنه. توی کسایی که رژیم هایی میگیرن با گشنگی طولانی مدت مثل 14 ساعت 16 ساعت غذا نمیخورن، این اتفاق میفته و میزان سوماتروپین توی خون زیاد میشه. حتی اینی که به شما دارم میگم پایه علمی داره و از خودم نمیگم، بین 10 تا 20 برابر میتونه سوما تو خونتون زیاد بشه با 16 ساعت گرسنگی. البته نه بهتون بگم به صورت خیلی مقطعی و کوتاه مدت یک لحظه پیک میگیره تو خون. یکی از مزایایی که روزه میگیرن همینه. حالا من مخالف این که بگم کسی روزه بگیره، اصلا تو جایگاهی نیستم میخوام راجع به این صحبت بکنم، اما گشنگی با 16 ساعت یا 14 ساعت 16 ساعت باعث این اتفاق میشه، سوما رو خیلی میبره بالا و به صورت طبیعی ترشح میشه توی بدن. خیلی یه نکته خیلی خاصیه توی خیلی از رژیم ها استفاده میشه، یه رژیم های هست به اسم intermittent fasting، نمیدونم شنیده باشین یا نه، توی کشور خارجی هم خیلی باب شده ازش استفاده میکنن و از این طریق چربی سوزی خیلی خوبی رو انجام میدن بدون اینکه بخوان سوما تزریق بکنن. حالا یه ویدیو هم حتی راجع به این درست میکنم، فقط خواستم بهتون بگم که بدونید قضیه چیه. و حالا یه سری هم که اگه به روزه علاقه دارن روزه میگیرن، خب با توان بیشتر بگیرن. البته من به بخش آب نخوردنش یه جورایی میشه با مخالفم، اما غذا نخوردن و توی اون تایم یه سری عوارض چیزی داره، یه سری نتایج خیلی خوبی داره که واقعا یه جورایی آدمو چیکار میکنه، مشتاق میکنه که بره یه همچین برنامه‌ای رو پیگیری بکنه که مثلا یه دوره 14-15 ساعته ببینه نتیجهش چی میشه. من به شخصه خودم نتیجه دیدم به کسایی که حالا گفتن انجام دادن، وزن خیلی خوبی کم کردم، این همش به خاطر اون سوماتروپینه. پس منتظر باشید تا هفته دیگه و فراموش نکنید که اون ویدیو هفته آینده هم ببینید که اصل قضیه تقریبا میشه گفت تو اونه. تو اینجا آشنایی پیدا کردیم و تو اونجا اطلاعاتمون رو تکمیل تر میکنیم. دوستان امیدوارم این ویدیو لذت برده باشید، این کانال رو به دوستانتون معرفی کنید، کانال ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، و اگه از این ویدیو هم خوشتون اومد فراموش نکنید این ویدیو رو لایک کنید.